دوباره برگشتیم عزیزان بیننده، دکتر صاحب معزز، دکتر صاحب همکار همیشگی ما، دکتر شاولی ابراهیمی با ما هستند که ایشان ماستر علوم طبی و همچنان استاد دانشگاه نیز هستند. در این قسمت برنامه میخواییم روی موضوعات و مشکلاتی که خیلی عام است در ماه مبارک رمضان، البته خصوصا در دهه اخیر این مشکلات خیلی زیاد میشه که مشکلات میده و درمانش، البته سوزشش و غیره، مشکلاتی که نزد شما عزیزان به وجود میه. دکتر صاحب امروز در ارتباط به این مشکلات خود پرداخت و اگر کدام سوال نزد شما خلق میشه میتونین که با ما در جریان بگذارین. دکتر صاحب معزز انشالله که جواب را خط کرد. سلام دکتر صاحب معزز، صبحتان بخیر، جهان سپاس که تشریف آوردید. تشکر. و علیکم. ما هم به نوبه خود سلام احترامات خود را حضور شما و تمام بیننده های محترم تقدیم میکنم. سلامت باشین. دکتر صاحب معزز، میشه در ارتباط به این صحبت بکنین که با تغییر وعده غذایی آیا سوزش میده و یا هم سوخت میده با وجود میآید و یا هم خیر؟ واقعا شما ببینین که بغیر از روزه ما و شما سه وعده غذایی داریم که غذا استفاده میکنیم یا شاید اضافه تر از آن، لیکن زمانی که ما با فاقگی و در ماه مبارک رمضان یا روزه مواجه میشیم، در اون صورت هایپوتلاموس مغز البته که امو ازدیاد یا افرازات ترشوی HCL یا تیزاب میده را آستاستا در طول 5 روز یا یک هفته کاهش میده، او را عیار میسازه با 2 وعده غذایی که ما شما بعد از 16 17 الی 18 ساعت در ماه مبارک رمضان البته در افطاری و سحری غذا میخوریم. در او صورت HCL و انزایم هایی که گاسترین و پپسین است کاهش پیدا میکنه و بالاخره از قرحات و تخریشات اسیدیتی میده البته که کاهش به عمل میه. باشین و در پلیزی شما ببینید که اگر بعد از 20 روز یا دهه 30 ماه مبارک رمضان که درد میده، سوزش میده، نفخ و باد، دمش و بد هضم بسیار زیاد میشه، پس دیجا رول خود روزدار یا شخص بسیار مهم است که باید لایف استایل مودیفیکیشن یا تغییرات در زندگی به وجود بیاره و همچنان میتونه که یک تعداد غذاهایی که باعث ازدیاد و تخریش غشای مخاطی میده و ازدیاد اسید میشه از او کاهش به عمل بیارن، که اکثرا در کلینیک مریضایی که نزد ما مراجعه میکنن ما میبینیم که البته سوزش میده، درد میده و بد هضمی، حتی هدک یا سردردی بسیار زیاد شیوع پیدا کرده در دهه 30. علت اساسیش نمی است که تعداد غذاهای تخریشی را دوستای استفاده میکنن. امیدوار هستیم که او را در جریان برنامه یادآوری میکنیم که او غذاهایی که باعث ازدیاد ترشح اسید یا تیزاب معده میشه که ما شما را ناراحت میسازه، ان شاء الله امیدوار هستیم که او را ما شما کاهش بدیم. ان شاء الله دکتر صد مزد. دکتر صد، میشه در ارتباط به این صحبت بکنیم که در ماه مبارک رمضان اکثرا شاید اگر بگویم که تمامی از افراد اشخاص، اما خیلی بیشتر از افراد اشخاص، با ترش کردن آرق و هم حالت سوزش میده خیلی شدید روبرو میشن، میشه بگوین که راه های حلش چی هست؟ بسیار خوب. شما ببینین یک تعداد دوستای ما که اگر در روز افطاری یا البته سحری غذاها را بسیار زود میجوان، تیز غذا میخورن و غذاهایی که ثقیل است و بسیار سنگین است، حجم سور زیاد استفاده میکنن، با مانند گوشت، قرمه، البته شحمیات و چربی و در پلیزو امروز سبا در دهه 30 باید که همون غذاهای پروتئینی که لبنیات است یا غلجات است که لوبیا، نخود و عدس و دال، او را هم باید کم استفاده کنند که مواد امینو اسیدی یا پروتئینی داره که باعث عدم هضم و جذب میشه و بالاخره کسایی که اسیدیتی، تیزابیت و ناراحتی معده داره، طبعا درد معده، سوزش و حتی دمش زیاد به وجود میاد و آرق مریضا ترش میشه. راستی هم که امیدوار هستیم دوستای ما زمانی که غذا میخورن غذا رو با تدریج و کم کم استفاده کنن و اتر در زمان یکم طویلتر غذا رو خوب بجوان که به هضم و جذب و ماده شوه. اگر غذا رو دوستای ما یا خوراکه هایی که در افطاری استفاده میکنن زود نان میخورن، غذا میخورن و او رو خوب به هضم و جذب و ماده نمیسازن و غذاهای حجم ثقیل است، او باعث ترشی و اسیدیتی تیزابیت و باعث نفخ و باد در معده میشه که هم از طرف شب خواب را ناراحت میسازه و هم از طرف روز انسان بسیار ناراحت میباشه و باعث درد سر و سیستم هضمی و ناراحتی در روز برش به وجود آمده میتونه. پس امیدوار هستیم که دوستای ما غذای سبک بسیار ثقیل و سنگین استفاده نکنن، غذای بسیار سبک لکن اما تو به تدریج خوب بجوه و آستاستا استفاده کنه، انشالله صحت یاب میشه. بسیار عالی. دکتر صد معزز، باز هم در ارتباط با مشکلات ماه مبارک رمضان هستی که اکثر افراد اشخاص از دردهای کلوکی شکم اکثرا شاکی هستن، میشه پیشنهادتان را برای افراد اشخاص هم داشته باشید؟
بسیار خوب، شما ببینین که در ماه مبارک رمضان یا بدون رمضان اکثرا همی دردای بطنی، کولیکی یا قولنجی بسیار زیاد است که به نام قولنج مردم ما میشناسن. این دردها اگر در بطن شکم زیاد ایجاد میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، در او صورت البته که دوستای ما میتونن که اگر زیاد به تکلیف میباشه، اول خو همی غذای خود را سبک و خوب بجوان و استفاده کنن، به تدریج کم کم و بالاخره حتی اگر مشکل زیاد میشه میتونه شده که دوستای ما روزی خود افطار کنن و در زمستان و خزان که روزا بسیار کوتاه است روزه بگیرن و حتی اگر اینمی دردای کولیکی نفخ و باد با اثر منظم ساختن امی لایف ستایل مدیکیشن یا تغییرات زندگی یا خوردن غذا و حبوبات و لبنیات و همچنان مواد فایبری و سبک اگر باز هم رفع نمیشه، در او صورت امکان داره که یک تعداد انتانات، پرازیت ها، باکتریا ها در سیستم هضمی در امام معده ما شما وجود داشته باشه که در او صورت اگر مشکل زیاد میشه دوستای ما در نزد یک دکتر متخصص مراجعه کنن که بعد از اون معاینات لابراتوری صورت بگیره و انشالله مو اصل مشکل پیدا شود که چرا دردهای کولیکی یا دردهای قولنجی در بطن و اما با یا در معده به وجود آمده. پس دوستان محترم، در هر صورتش باید در ماه مبارک رمضان ما و شما مایات زیاد استفاده کنیم، غذاهایی که دارای میوه، سبزیجات، ترکاری باب است که دارای فایبر و سلولوز است استفاده کنیم و گرچه در دو دهه قبلی ما گفته بودیم که باید مواد پروتئینی نسبت به شحمی و کربوهیدراتی زیاد استفاده کنن، یعنی نسبت به مواد غذاهای چرب و شیرین باید که مواد پروتئینی و مغذی زیاد استفاده کنن که او در لبنیات و حبوبات است، لکن در دهه سیوم البته او هم مشکل ساز میشه به خاطر که پروتئین و امینو اسید از او درست به هضم و جذب مواجه نمیشه، امو دردهای میده، امو نفخ و باد اسیدیتی را به وجود میاره. پس باز هم امیدوار هستیم که دوستای محترم ما امو مایات درست و جوس میوه و همچنان سبزیجات، ترکاری باب را زیاد استفاده کنن که باعث این رفع نمی مشکل ما شما در ماه مبارک رمضان میشه. بسیار عالی دکتر صاحب. خب شما در لابلای صحبتاتون نزیاد کردین مشکل خیلی دیگه که شایع هست نفخ باد و هم دمش معده هست در ماه مبارک رمضان، میشه در ارتباط با این مشکل هم صحبت بکنیم؟ بسیار خوب، شما ببینین که راستی هم بسیاری دوستای ما میان شکایت میکنن که آروم ترش میشه یا ایست که دمش سوزش معده دارم، این مشکل اسیدیتی یا هارت برن یا سوزش قلب و معده بسیار زیاد میشه. دیگه علتش اینمی است که دوستای ما یک تعداد غذاهایی که باعث افراز اسیدیتی یا بدهضمی میشه، از یک طرف خوب ماه مبارک رمضان است، غشای مخاطی میده ما شما اگر غذاهایی را استفاده میکنیم که البته سرخ کرده است و غذاهای چرب و قرمه و شیرین است، او هم باعث عدم هضم و جذب میشه که در معده ما و شما یک دمش، یک نفخ و باد، یک پوندیدگی و ناراحتی را به وجود آورده میتونه. پس امیدوار هستیم که دوستای محترم ما در ماه مبارک رمضان باز هم از غذاهای استفاده کنن که سبک باشه و مانند شیر، خرما و یک تعداد عسل، غذاهای کربوهیدراتی به مانند نان و برنج، ای زود هضم است و میتونه که دوستای ما ازو استفاده کنن و همچنان ترکاری باب و میوه‌جات بسیار خوب به هضم و جذب میرسه. لکن از غذاهایی که گفتیم که از یک طرف سرخ کرده و بیریان است به مانند چپس و یک تعداد غذاهایی که قرمه را بسیار سرخ میکنن و چربی فراوان داره و همچنان استعمال یک تعداد فلفل یا مرچ در مواد غذایی ما و شما، او هم باعث ازدیاد بدهضمی و باعث ایجاد نفخ و باد شده میتونه. بله. دکتر صاحب در ارتباط به افراد اشخاص صحبت بکنین که اعتیاد دارن، اعتیاد به مواد مخدر در ماه مبارک رمضانی که سیگارت و گرفتن الکل اینا چقدر میتونه که مشکلات معده را از اینا ایجاد بکنه؟ بسیار خوب، شما ببینین یک تعداد دوستای ما واقعا اکثر مردم افغانستان بدبختانه که یا به نسوار، سیگارت، الکل اعتیاد دارن و بدبختانه اکثر مردم ما شما به چای هم اعتیاد دارن، معتاد هستن و در پالوی از غذاهای سرخ کرده و بیریانی و نوشابه های گازدار که زیاد بس شکل بسیار وسیع استفاده میکنن و امیدوار هستیم که این از این مواد کم استفاده شود، به خاطر اینکه هر کدام ازی اگر نسوار است، سیگارت است که دارای نیکوتین و اعتیاد آور است، همچنان الکل که زود جذب میشه و سوی جذب را در سیستم هضمی و معده به وجود میاره، همچنان گفتیم که چای که خودش دیوریتیک و مدرر است و باعث افراز و تنبیه اسیدیتی یا تیزابیت معده میشه و زمانی که دوستای ما از این غذاها استفاده میکنن طبعا که درد معده،
تخریش و سوزش میده، همچنان بدهضمی و تشنگی برای فردا برش به وجود میاد، همچنان یک سردردی به وجود میاد، به خاطر ازی که مواد گلوکوز و اکسیژن، مواد قندی که به مغز ضرورت است و به مغز نمیرسه و بالاخره نمی غذاهایی که استفاده میکنیم، از یک طرف هم ضرورت غذایی مغز ما شما را پوره نمیکنه، از جانب دیگر غشاهای مخاطی سیستم هضمی ما شما اگر معده است یا اما سر به مشکل مواجه میسازه و بالاخره سبب دلتنگی، افسردگی، سردردی، تخریش و ناراحتی ما شما شده میتونه. پس اگر دوستای ما میخوان که واقعا یک روزی بسیار خوبی را سپری کنند و از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشند، امیدوار هستیم که در ماه مبارک رمضان از همین موادی که شما نام گرفتین به مانند نسوار، سیگرت، الکل، چای، همچنان غذاهای سرخ کرده و بریانی کم استفاده کنند و همچنان از نوشابه های گازدار کم استفاده کنه، انشالله صحت یاب میشه. بله، بسیار عالی دکتر صاحب معزز، سلامت باشین. مشکل دیگه ای که شاید مردم داشته باشه زخم میده و یا هم اچ پایلوری اگر بعض افراد اشخاص دارن، چگونه باید منج بکنن و یا هم غذایشان را چه قسم اخذ بکنن که در طول روز با مشکلات مواجه نشه و یا هم مشخصا سوال شود که آیا اینا میتونن روزه بگیرن یا خیر؟ بسیار یک سوال خوبی را شما اشاره کردین. شما ببینین، یک تعداد دوستای ما که با هلیکوباکتر پایلوری یا اچ پایلوری مواجه هستند، این مریضی البته که قبلا در افغانستان وجود نداشت، همین آبهایی که فعلا در دریاهای کابل یا در جویچه ها سرازیر میشه، قبلا در تاریخچه افغانستان مردم کابل از او بحث آب نوشیدنی و آب البته با امورات زندگی خود عملا از او کار میگرفتن، استفاده میکردن، لکن بدبختانه که فعلا او آب کاملا قابل استفاده نیست، بازارها میلیون ها پرازیت، ویروس، میکروب و انتانات داره که باعث امراض سیستمیک شده میتونه. پس امیدوار هستیم دوستان محترم، امی کسانی که البته در رابطه با سوالتان، بله دکتر صاحب، زخم پایلوری، بله زخم میده اش پایلوری، بسیار خوب. شما ببینین که آبهای آلوده، غذای بلوست و همچنان هوای آلوده که در او انتانات و مایکرو ارگانیسم های زیادی وجود داره، خصوصا هلیکوباکتر پایلوری یا اچ پایلوری که از طریق مواد غذایی و آب آشامیدنی در سیستم هضمی یا معده ما شما البته به وجود میاد و زیاد شیوع کرده این روزها در افغانستان، و تحقیقات که تخمینی صورت گرفته اضافه تر از 90% مردم ما البته که مبتلا به هلیکوباکتر پایلوری و یا هم قرحات معده هستند. و در ماه مبارک رمضان هم دین مقدس اسلام و هم طبابت برای ما شما حکم میکنه که اگر یک شخص به قرحات معدوی یا زخم معده مبتلا باشه، به خاطر که اگر او روزه میگیره در فاقگی و گرسنگی یک هموریج خونریزی در غشای مخاطی به خاطر مقرحاتش ایجاد نشه و همچنان پرفروشن یا پارگی غشای مخاطی معده و اما با وجود نبیه که او حالتهای حیات انسان را تهدید میکنه، در او صورت امیدوار هستیم که دوستای ما اگر واقعا زخم معده داره و یا هم هلیکوباکتر پایلوری اچ پایلوری داره و یا مشکلی سیستم هضمیش واقعا پیش رفته است که باز گرفتن روزه البته این مریضیش ازدیاد پیدا میکنه و البته حیاتش تهدید میکنه، در صورت میتونه که روزه خود راحت افطار کنه و دوا درمل خود مطابق توصیه های دکتر متخصص بگیره، زمانی که بخیر صحت یاب شد باز میتونه که امی روزه خود بالاخره در زمستان یا خزان یا بعدن میتونه که او را به جا بیاره زمانی که صحت یاب شود. لکن دوستان ما متوجه باشن که اگر یک اسیدیتی عادی، یک بدهضمی و همچنان یک سوزش و دمش معده وجود داشته باشه که او با گرفتن توصیه های طبی انشاءالله صحت یاب میشه، باید دوها روزی خود منظم ادامه بتن و نمیتونه که به بانه های بسیار کم و کوچک روزی خدا خدا نخواسته افطار کنه. دقیقا دکتر صاحب معزز. خب مشکل دیگه ای که شاید باز هم گفتم تماما مشکلات عام است که مردم دارن در ماه مبارک رمضان، رفلکس و یا هم حالت برگشت دوباره غذا هست که در طول روز خیلی مشکل را به حالت گلون و میری و میدم ایجاد میکنه، میشه در ارتباط به این صحبت بکنین که راه حلش چی هست؟ بسیار خوب، این یک رفلکس معده یا برگشت مواد غذایی از معده به طرف میری یک مریضی است که البته در باب المعده یا در دروازه های دخولی و خروجی معده یک مشکل به وجود میاد که سفنکترها البته که به اساس عوامل مختلف میتونه شده که وظایف نرمال خود را انجام داده نتونه، در اون صورت اگر دوستای ما باز هم به رفلکس معده مواجه هستند و روزه میگیرن به خاطر نمی فاقگی طویل باعث از این میشه که این مشکلش زیاد پیدا کنه و زیاد شود، در اون صورت باز هم دوستای ما اگر مشکلش زیاد میباشه میتونه که روزی خود افطار کنن و زمانی که صحتیاب شد روزه بگیرن
و همچنان اگر در نخست با اینمی توصیه های طبیعی که ما گفتیم که غذاها را بسیار زیاد نخورم، معده خود بسیار پر نسازه، غذاهای بسیار سبک و عادی استفاده کنم و خوب غذا را بجوان، یعنی بسیار زود غذا نخوره و خصوصا غذاهایی که چرب و لیپیدی است، همچنان غذاهای سنگین و حجیم است را کم استفاده کنن ده. که مشکل زیاد میسازه. همچنان غذاهای تند و ترش و تیز باعث تخریش و تخریب بابل میده و همچنان جدار میده شده میتونه یا دیوارهای میده. پس امیدوار هستیم که دوستای ما در نخست کمی ورزش داشته باشن، غذای سبک استفاده کنن و مایات استفاده کنن، ان شاءالله این مشکل رفع میشه. بازم اگر مشکل زیاد میباشه، دین مقدس اسلام و تبابت به او یده، دوستای ما که روزه دار هستن و ریفلکس معده دارن میتونن روزی خود افطار کنن و زمانی که صحت یاب شدن بخیر باز غذای روزی خود به جای بیارن. بسیار عالی دکتر صاحب معزز. خب بیننده های عزیز ما سوال داشتن که روزه گرفتن برای اطفال مفید است و یا هم مضر، چون شاید متوجه بوده باشین که اطفال عزیز ما خیلی علاقمندی خاص دارن در ماه مبارک رمضان سحری بخزن و البته در طول روز هم روزه بگیرن. آیا برای اینا مفید است و یا هم مضر؟ بسیار خوب. عمل می تربیت تبابت که در رابطه با روانشناسی و تربیت اطفال است، اتو صورت یا اتو توصیه میکنن که برای اطفال باید زیاد نصیحت صورت نگیره. اینمی پدر و مادر یا والدین یا اعضای فامیل کلشان امی آینه اطفال است، یا اطفال امی رفتار و کردار کلانها رو مستقیم کپی میکنن. زمانی که کلانها نماز میخونن وام نماز میخونن، اگر روزه میگیرن روزه میگیرن، اگر هر عملی را که پدر و مادر و والدین انجام میده اطفال مستقیما کپی میکنن. پس امیدوار هستیم از اینکه واقعا اطفال زیاد علاقمند هستن و از اینکه اطفال در حال رشد هستن، یعنی مغز و جسم و انساج بدنشان تمام سیستم هایشان البته در حال ساخت و ساز است. از اون لحاظ باید برای اطفال روزه زیاد توصیه نشه و برشون جبری ساخته نشه. یک تعداد فامیلا جبران میگه شما روزه بگیرین، در غیر آن بسیار جدی میگیرن. نه دقیقا. اطفال در حال رشد هستن، اگر فعلا روزه میگیرن از لحاظ البته روانی، از لحاظ مغزی، جسمانی و عقبمان میشن، یا با منتال ریتاردیشن یا عقبمانی ذهنی و جسمی مواجه میشن. پس امیدوار هستیم که اگر اطفال ما شما روزه میگیرن زیاد علاقمندی است، صبح چای بخورن، باز برش توصیه کنن که مثلا تا چاشت یه چیز نخو و چاشت باز یک غذای خود بخورن، تا شب باز به این شکل میتونه وقفه ای به خاطر هم ثوابش به جای میشه به نزد خداوند و هم طفل ضربه نمیبینه یا طفل از رشد البته باز نمیمونه. پس امیدوار هستیم که اطفال بالای اطفال هم دین مقدس اسلام و هم تبابت ای حکم را البته که حتمی نساخته و فرض نیست که باید حتمی روزه بگیره. یکی شوقی روزه میگیره باز هم باید در این روزهای طویل برای جبری ساخته نشه و طفل باید دوامدار روزه نگیره. به شکل از اشکالش باید والدین او را وادار به این بسازه که روزی خود وقفه ای بگیره اگر اطفال روزه میگیرن یک روز بعد، لکن بالای اطفال روزه فرض نیست و میتونن روزی خود راحت افطار کنن. بله سلامت باشین دکتر صاحب معزز، از اینکه تشریف آوردین. بسیار موضوعات جامع و عام که شاید نزد تمام مردم بوده باشه شما صحبت کردین و پرداختین. تشکر از اینکه تشریف آوردین، جهان سپاس. از شما هم تشکر و امیدوار هستیم که بیننده های محترم ما از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشند. انشاءالله. بیننده های عزیزی بود هم داشته های قسمت برنامه که باز هم دکتر صاحب معزز دکتر صاحب شوالی ابراهیمی با ما همراه بودن و در ارتباط با تمامی البته امراضش مشکلاتی که در ماه مبارک رمضان به خاطر معده ما ایجاد میشه دکتر صاحب صحبت های بسیار عالی و همچنان پیشنهاد های بسیار نیک داشتن. انشاءالله که عملی بکنین تا بتونین روزه را تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه بدین. تشکر از اینکه قسمت برنامه را با ما همراهی کردین. در بخش بعدی برنامه باز هم با ما همراه باشین. فعلا یک میان برنامه خیلی کوتاه.